یا <می rados> <می> پول و ثروت تو رو میتونه نگه داره یا علم تو به واسطه پول تهیه کننده تو رو میتونه نگه بداره در غیر این حالت ها هیچی برای ارائه نداری مردم دوست دارن اون خانمی که تو داری میگی برای مردم جالب چرا توی تامنیل تو الان یه دونه ویدیو گذاشتی تو کل ویدیو گذاشته بودی ام. یه ویدیو گذاشتی کسکون رو ریختی بیرون نشستی یه زنم بغلته چرا مخاطب گرفت چه چی چیز خاصی و نسبت به ویدیوهای دیگه بچه تمایزش از لحاظ محتوا چیه با نسبت فقط... ویدیوهای خودت فقط دختر مردم دوست دارن آدم ها مرد آدم, آدم ها رو بیشتر دوست دارن همین روابط اولیه انسانی رو بیشتر دوست دارن و هیچ چیزی جذابتر نخواهد شد براشون به از کیروکوس حالا الان یه دانشمنده شریف نه زیر بنویسه کسکیش من فلانم فضا نوردم تو نمیدونم آیس سی آر میکنم اینا ما در مورد کل صحبت میکنیم این توضیحات من به خاطر فرهنگ تخم مونه که ایوت بگم برای من مهم نیست برنامه تو دارم برنامه خودم بود چی هم نبود کسی من خیلی راحت میگم مرسی. آره ولی فقط اینم اضافه ب... بکنم که اگر کسی همونطور که با هم صحبت کردیم ذهن رو پرورش بده تمام فشار بدنش از پایین تنه میاد اینجا و واقعا یعنی لق... با یک خودرزایی کل لذت جنسی و به بقا و بقا همه چیش میبخشه و هدف زندگی ارزش داشتن تکنیک چه تریت دیگران باشه چه کمک به دیگران چه خلق یا کریتیویتی باشه انقدر بالاست که تو میبینی لح, لح میزنن آدم هایی که در کنار تو قرار بگیرند و تو حق انتخاب داری ولی باز انتخاب نمیکن این حس قدرت انسانی این حس قدرت این که آقا من میتونم چیزی رو خلق بکنم که پس از مرگم بمانم این حس این که آقا من میتوانم از خودم چیزی بر جای بگذارم که دیگران شرایط نقدش رو داشته باشن تو نمیتونی رفیق تو ببری پای میز نقد چیزی برای نقد نداره خب اینتراکشن ایجاد نمیکنه اون پس از مرگش آد انسان پس از مرگش هیچ چیزی جز یادش نخواهد ولی افرادی که ما هنوز داریم میگیم رازی ما هنوز داریم میگیم خیام ما هنوز داریم میگیم فردوسی ما هنوز داریم خیلی فقط بس ایران نیستن و هیچ کلو دمنه ما فرهنگ عرب غیر ازالک بره تا کشورهای دیگه تا به یونان ما هنوز حرف سغرات رو داریم گوش میدیم و یاد میگیریم خب اون, نم اون نیست که این لذت رو ببره ولی بودن همچین آدمی یا میل به بودن همچین آدمی لذت بخش تر از فرسنگ ها از اینکه خب آبکیر ما هم اومد امشب دست شما درد نکنه چقدر شد حساب کنیم بریم و میل جنسی ذات کثیف خودش رو خیلی خوب به مغز و فهم انسان نشون میده دقیقا در لحظه که آبت میاد همه رو قطع میکنه نشون میده که من فقط برای اومدنم و تمایلم برای تولید مس بوده کردیت بیشتری به تو نمیدم و همین همین علت باعث میشه که بعضی از مردها میبینیم طرف باید روزی با چهار تا زن باشه نمیتونه میگه نمیتونم ارزا نمیشم به خاطر اینکه هیچ موقع سیرش نمیکنه چون سیری نداره یک میدیه که وقتی که تو به اون نقطه ارضا میرسی میبینی شاید بابتش چه چیزهایی رو از دست دادی چه, 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 کارها که نکردی برای اینکه به این لحظه چند ثانیه برسی تو لحظه ای هم که نیا نمیتونی بهش فکر کنی یعنی تو تا لحظه تا ای که لحظه آب نیامده نمیفهمی یعنی طرف برات بین اصلا حرفای طرف مهمه من بایدن بایکی با داشتم این... برای یوتیوب جما کلی آدم گیر میخوان چیز میخوابیده بودیم با یارو چون قبلا جما می با خوابیده جما جما می گیرن با یارو من خوابیده بودم این خیلی زن زیبایی بود مثل همه زنه که زیباست مهم نیست چقدر زیبا بود بعد این در گوش من حرف میزد بعد مغزم میگفت در لحظه بود که دیگه عرق کردی اینا اصلا این حرف میزد حرفش خیلی مهم بود میگفتم باب دیلن حرف میزد من اینقدر این خیلی داره میفهم ببین چی داره میگه لامصب چی گفت همون آب من که اومد دیدم چقدر نه هم کریه هم کسخله هم نه هم کیرم تو کس مادرش همون داش حرف میزد من لباسه رفتم رجم رفتم که چی داره حرف حرف میتونی بزنی القا القا این یک الغایی که تو میرسه میگی واو شغد شغد چیه چی کلمه ایرانی می شغد دارم یه چی شده چهار ساعت پیش دیدم یه زنه از سر کوچه رد شد هنوز درد میکنه مثلا کردم آب که میگی دخترها میدونن شق درد میگیری بعد عقص میگن کنیم میگن شغد درد بگیری ببین درد نمیگیری باشه شغد نمیگیری تو تو توهم اینو داری که بی... تو تو تابت نیاد نمیشینی یه گوشه خب این بعد درد یک توهین به مرد به حساب میاد یعنی مردی که تحریک شده است اما سرانجامی نداشته است میگن یعنی شق درد یعنی کیر اینجوری حالا از مال من بگم مال من اونوری بود یه دختره اومد یه یه ما خونه من میومد شباب شما میخوابید تو تختم با هم میخوابیدیم بعد خوش یه خور میمال به من اینا بعد, بعد, بعد یه ما من هم میگفتم میخوابیدم همونجا خیلی ریلکس میخوابیدم بعد از یه ما برش گفتش که لا سب تو شقدر نمیگیری؟ گفتم که نه گفت چطوری میتونی من یه ماه هر شدم پیش تو میخوام مثلا شقدرد نگرفتی و اینا من درد گرفتم من تو خواهم داره درد میکنه گفتم خب دیگه من میدونستم تو داری تنگ بازی در میاری مثلا تو مغزم نبود که تو مثلا قرار کاری بکنی و گفت نه دیگه واقعا نمیتونم بیام امشب یه کاری بکنیم ولی یه ماه تا شون کار میکنه ببین مغزشون میگن مریضه به خاطر این, این کاراشونه میخواد به من بده اومده تو خونه من اومده تو اتاق خواب من اومده تو تخت خواب من اومده زیر پتوی من منو بغل کرده سی روز این کارو رو کرده تا یه روز من به زور بکنمش چون من یه روز بکشم دست من رو زد گفت نه نکنی مثلا ما قرار فقط بیم تو تاقت قد بخوابیم ما فیلم ببینیم دیگه کدوم انسان تو تاریخ تمدن این کارو کرده که تو داری میکنی با من من جای مادرتم به من اینا میگفتن میگفتن مادرمو میکردم من هم به همون چششتم میکردم نه نه باشه بعد گفتم که گفتم خوبه که نمیخواد بده من میگی کاش نه آقا کاش 29 روز دوباره کاش رو ریپیت کرد که من دوباره چیزش کنم بعد من نکردم بعد اومد گفتش که چرا نمیکنی بکنی میشی میتو نکنی میگن کسخوله یعنی گاهی هم این منطقه کسخلتون رو واقعا خانوم های عزیز 90 درصدتون که کسخلین من بهت میگم استدلالی پشتش ببینید تازه لذت برای زنه یکی بیدونیست یکی از با لذت رابطه های جنسی رابطه که تو توش داری فورس میکنی طرف و برای زن چون به شدت حیوانی و لذت بخش برای قشری که یک مرد مرد افتاده روی من داره میزنه خاک از روزا این بلند میشه اونم اون, اون زنم اون زیر به روح اموات خرما میخوره و شروع کنه پدر مادرت دعا کردم بکن من یه خانه بود داشت میخوام گفت پسرم محکمتر گفتم اینجوری نگو به در بیار خزینه ها پسرم تو در. اینقدر بالون با واکرم رو رو بیرن ولی من زیرشو میدیدیم بخشه یه گو جنگی کرده پسرم مکنه مادر نکنی کاره با من بزار اونجوری بگیر آرومتر میزن می از آفوشنام میگیرم تصویر نادرم یاد داره چشم شما بخواب من میکنم مادر دست بزار نه پسرم بزارم. آره قشنجی دوشان پسرم مکنه مادر <تصفح> یعنی الان من دیدم فرد والد این من انجام میدم این داره نور به قبرم میباره دل پیرزن شد حالا نکته نکته که اینه لذته برای زن من خیلی از زن ببین من نشد منسجم صحبت کنم این اپیزود حرفامون خودمونی شد من میخواستم جنبندی بگیرم از حالتی که نه نمیشه ما صحبت کردیم اومدیم جلو ر... روال خودش رو داشت ن... بد نبود منسجم نبود گپ زدیم گپ زدیم گپ خیلی خوبی هم بود بال شد شو. فان شد چون مثلا خوش بگم جدی میشه ولی ارزم به که چون آدم جدی هم خوشگی همیشه اینجوری هم خدا شاهده باید بیای ببینی ارزم به حضورت تو آدم خوبی هستی به ارزم بود قرمت برم در خب فورد... برنگه... دیگه فقط اینو اپیزود رو یه نتیجه گیری بکنیم فقط من این تو... اضافه بکنم این اضافه بکنم آره تو ن... چیزی مرد... دیگه اون این با من انتاف اضافه بکنم اون مرد ایدئالی که جهان ساز است و مردی است مورد اعتماد که میتواند تواند تاثیر بگذارد روی جامعه و میارزد دیگه نیست <تصفح> اینم به اضافه بکنم و الان یه از بین رفته یک فهمیدنم. زمان ببین بحث ببین هر کلمه ای که صحبت کردیم اپیزوده باید ریشه یابی بشی بس چرا بس خود مهمه توش یعنی نمیشه زیاد چیز کرد باید بشیم چرا چرا اینجوریه نظر تو چیه این چیه به هر هر بخشش ولی خب ما قراریم ما قراریم حرف میزنیم با گپ میزنیم و زنها الان همین با حفظ بهداشتشون با اینکه حس خوب به مرد میدن و چراقای خونن و روشنش نگر میدارن اثر مردم فعلا زیاده این مردی که ما صحبتش کردیم اون فوفوله تو باشگاه نیستش که جلو آینه عکس میگیره اون اسکله توی خیابون نیستش که دور دور میکنه اون آدمی نیستش که پوله با باش اصلا پس پرونده بسته است و من الان کردیتو به زنها میدم چون بهداشته لسانی دارن تو حرف زدنشون کلا تمیزن از دیدنشون لذت میبری خودشونو به روز گردن باعث آرامش میشن باعث امنیت میشن و توحش رو کم میکنن و باعث باور یعنی وحشیگری رو چون آه. چهار نفر توی خامه چهار نفر اصلا تو مادر قهوه تخ میزنه تو مثلا دو تا خانم میاد میاد چیز دو تا مادر یاری میاد این زن امنیت میاره توی محیطی که این تو فرهنگ های شرقی اینجوریه ما باید فرهنگ خودمون رو بررسی بکنیم به چه صورت است پس ما در کل من در آخر حرفم کردیت رو به زنها میدم فعلا که برتری دارن نسبی نسبت به مردهای امروزی چون ما دیگه به کلمه واقعی مرد خردمند نداریم ما هر کیو میبینیم خودش و خودش خانومیه آقا این پایان صحبت هم بچه دمتون گرم منم واقعا میگم اگر امکانش هست مهری پریار بزنین زیرش به نظر منم برای خارج از ایران چیزی که به نظر من فر و عادلانه بود این بود که می میگفتن آقا یه سخفی داره بعد از ازدواج اگه مثلا یه نفر دو نفر با هم عروسی کردن اصلا مهم نیست منو رضا میتونم عروسی کنیم چرا منو الینا رو مثال با... نمیزنی یعنی میخوای کسی دیگر رو بگی چرا من با تو ازدواج بکنم تو مثاله دیگه دیگه تو میخوای یه طرف تو بوتای برام من میخوای من, هم می دیگه. من بگو <تصفح> اون شامو خیلی استیکر میفرستی تو تواله <تصفح> 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 نبته تو طالبی رزا ببین دکمه داره و گرم نگرمی داره پشت من چه من چی تو گفتی کجایی من چیه اجازه کامپیوتر به کونش کام خاک تو سر ما کنه یاره واسه کونش پی داره با چهار هسته سی پیو خود مغزش سه نیست کامپیوتر هستیم هم سه تا سی پیو نیست بعد خب من میگم از وقت دو زن و مرد با هم عروسی میکنن باید یه سختی باشه مثلا من چاغالم 100 دلار پول دارم زنم خفن 10 میلیون دلار پول داره با هم عروسی میکنیم 5 سال دیگه 20 میلیون دلار زنم پول داره من پولم شده مثلا 400 هزار دلار وقتی میخوایم طلاق بگیریم زنه باید به من پول بده قبول ولی من نباید به نظر من نصف بده باید بیام آقا یه ازدواج مکسیموم سه میلیون دلار نه هفت میلیون دلار دو میلیون دلار اینشون باید خوره بعد بشن حساب کتاب بکنن یه قیمتی باید داشته باشه مثلا یه آدمی مثل... من که کونی من که مهم نیست یه آدمی مثل جف بیزوز نمیدونم مثل همین خودتو جانی باش. دپ کسی کسی که مثلا پول واقعا دارن بعد میان توی رابطه جدا میشن مثلا یه عدای وحشی مثلا 33 بیلیون دلار یکی پول داده به یکی چرا چقدر یه زن میتونه تاثیرش بشه تو بیزنس این آقا من نمیگم بی تاثیر بوده یا با تاثیر بوده ولی نمیتونی تو بگی تمام زنا همونقدر تاثیر داشتن این خارکوسه صبح تا شب کار کرده صبح تا شب فکر کرده وقتی زن داشته زر میزد که به اینکه چرا چراغشون قرمز نیست این داشته به بیزنس فکر میکرده اوه چرا قرمز بب... درست رو تخته بعد بیاد رو تخته بعد بگه, بگه که منو گاییده تو را چش انزارم قایت ها نگاه کن ببین من باز ببین هر چه ترکیه تر بدتر انقدر این کار رو با این کرد این, این بند و خدا هیچ چیز هم و بود الان نقاشی اینا میکنه نه حرف میزنه میگن قضا و سوپ میکنن تو دهنش از وقتی انو دیده <تصفح> به خدا رفته پیج زده نقاشی میکنه دیوونه شده دیگه این چه سن <تصفح> فکر تو اون سن در وا کنی رو مواد نمیسی رو تخته اون خب چی <تصفح> خلاص مزه من فر بود یه سقف میذاشتن که آقا اگه مثلا سوهل اومد یه رابطه بیرون الان زنه 20 میلیون پول داره قبوله اگه سقفش 7 میلیونه 7 میلیون به تو میدیم 13 میلیون مثلا زن میمونه اگه زن من 700 میلیون داشت من هنوز 7 میلیون میگیرم 693 میلیونش واسه اون میمونه بعد این فر بود اما آقا جف بیزو با زنش طلاق گرفت 7 میلیون به زنش داد زن نمیتونه بگه وای من به گا رفتم فقط 7 میلیون 7 میلیون میذاری تو بانک ماهی بهت دلار پول میده اصلا به بقیه چه که میخوای چیکار کنی با اون پوله آقا تو توی رابطه میای، من میخوام با تو ازدواج کنم آقا من نگاه میکنم سوهل می چه پسر خوبیه تو هم من نگاه میکنم یا اینم چه پسر خوبیه خب من اومدم با تو زندگی بکنم شرایط ایجاب کرده من یک سری امکانات دارم من تلویزیونی دارم تو, تو 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 پنجره داره خونه فلانه اینا چیزهایی که ما قراره باهاش زندگی بکنیم ما با اینا ازدواج نمیخوایم بکنیم ببینیم کی به چی, م... چی میرسه تزمین آیندم ربطی به خواستن با, با هم بودن ندارد در اصل آقا تو همونطوری که صحبت بلند میشی میگی میرم کارم دوش میگیرم میرم کارم میکنم میرم قضام و فلانجا میخورم ورزش هم میکنم چکاپ هم میکنم وقتی تو یک رابطه قرار میگیری دیگه قرنز فل کنی همه چی تو که آقا تو با این آدم این آدم تو رو آروم میکنه با این خوشبختی برو کار کن برو خودت زندگی تو بکن اگه قرار با هم بخرید با هم بخرید این بهترین این اون والاترین حالتش که آقا این اینه آقا حالا من میام میام سوال تو 10000 تا 20000 دلار داری من بدی 30000 دلار داری با هم چیزی تو حتی بگی نه من نه فردا دیگه به تو ندم قنبل دیگه قنبل قنبل کام قرض کنم برنیا کنم, کنم تو تو گل ولی میکنن دیگه ولی میکنن میگم با... که پس ما از هم انتظار داریم یعنی ازدواج به معنی با هم بودن برای هم به معنای انسانی نیست ازدواج یک بیزینس و یک مارکت خانوادگی شده حد و مرزم نداره همه جا همینه یعنی وقتی بحث ازدواج به وسط میاد دهنت گایده است بعد ببینی چند تا چیز بغل هم دیگه بسنجم اصلا پس بعد ببینی خود دختره دیگه مهم نیست مادر دختره داره با مادرت کارایی میکنه بابا اصلا پسر پلن... داره دختره رو فلان میکنه دو دو طرفه است اون فقط مریضن دمتون گرم امیدوارم یه یه چیزی از این اپیزود گرفته باشین و موقع ازدواج واقعا چون اون لحظه شونبونتون واقعا امضا نکنین یه اون براتون در سر خواهد داشت هر روز سرتون میتونه بخوره مثل من پاش وایسین دو روز دعوا کنین یه اون راحت بشین تا اینکه دو روز دعوا رو بی یه اون بزنین دمتون گرم چاکس رضا مرسی از